سلام خاطیفم، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. ویدیوی امروزمون سراسر بی‌اعصابیه، سراسر جنگ و دعواست. کلن یه سری انسان هستن تو دنیا که فکر میکنن همه دارن حقشونو میخورن در حالی که نمیخورن. یه سری چیزای چرت و پرت میان گیرای بیخود میدن، دعوا مرافعه میندازن با ملت و از اینجور داستانا. تو زبان انگلیسی به اینجور آدما میگن کارن. خب ولی حالا من نمیدونم تو فارسی دقیقا بهشون چی میگیم. شما نامهای پیشنهادی خودتون تو کامنت ها برام بعد دیدن این ویدیو بنویسید. اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید. این یکم خامه ترش بیشتر میخواست رو تاکوش. دیدید داشت چیکار میکرد؟ نه دیدید؟ نه ندیدید. بذارم از اول. همه رو داشت اینجوری میمالید به در دیوار بدون اینکه پولشو بده. خامه ترش میخواسته. خب لعنتی پولشو بده بهت میدن. یکی خانومه اومد از من شکایت کرد چون ازم یه سوال پرسید و من جوابشو بلد نبودم. ولی خب من اینجا کار نمیکنم. یعنی اصلا اینجور انسان ها فکر میکنن که همه باید پاسخگوشون باشن، بهشون مثلا سرویس بدن، جوابشون بدن. طرف اصلا اونجا کار نمیکرد. خب طبیعتا نمیدونه دیگه، رفته به منیجر گزارش داده که کارکد شما نمیدونه مثلا فلان چیز چیه و فلان این چرت و پرتا. اول بپرس به اونجا کار میکنی یا نه. I need to park. This is my spot. اینم داره سر جای پارکینگ دعوا میکنه. میگه که من این جای پارک رو واسه دوست پسرم دارم نگه میدارم. تو حق نداری اینجا پارک بکنی. خب داداش تو آدمی. دیگه نمیشه که. خب میخواد پارک کنه. میگه ماشین کو. Listen Karen. If you don't have a car. نمیره کنار. نمیره کنار. خب یارو میگه خب ماشین کو. ماشینی نیستش اینجا که. اون میگه من ماشینم. You see this? Come here. You see that? I have a permit. Yeah, wait till you see my. تو چیزام داره که مثلا اینجا میتونه پارک بکنه. I don't care. I pay my taxes. Karen. Karen. همون اصطلاح هست که ما تو فارسی نداریم، نمیدونیم چی میگم. نداریم. میگه با دوست پسرم خیلی گنده است و اینا، میگه مثلا پدرتو در میاره. چرا؟ این همه حالا شاید اونجا هم جای پارک نباشه، ولی تو اومدی یه آدم وایسادی اونجا. نه تو حق نداری پارک بکنی. من دوست پسر گوندم میخواد بیاد اونجا پارک کنه. اعصاب نداره. این هم لانچ تایمشه. خب اون زنه اومده سیریش شده که خب این بسته من رو ده. خیلی ریلکس داره برخور میکنه، نوشیدنیشو میخوره با اینه. ولیش کن یه زود آرامش داشته باشه. این دعواش شده. خب دیدی چجور داد زد سر شوهرش؟ Get in the car. آدم سر بچهش هم جوری داد نمیزنه بگه برا تو ماشین. مرد گنده رو یه جوری پاره پوره کرد، یارو رفت. خیلی خوب بود. باز اینم یه کارن داشته. میگه که گیفت برش فرستن ازم گل خریده بود. بعد بذار بهتون میگم چی شد. بعد یارو اومده گفته که این چیه، من چیزی رو گرفتم که خب نمیخواستم، یه سفارشش نداده بودم و اینا. بعد این گفته که خب مثلا گیفته. بعد طرف همجوری میگفته نه من اینو نمیخوام، این خیلی کار بدی شما این انجام میدید و نمیدونم مثلا نباید این کار انجام بدید. I sent those as an extra thank you. بدبخت باید تشکر فرستاده. یعنی من نمیخواستم. یه خب بندازشون دور. هیچ موقع نفرستشون دیگه، چون من خیلی ناراحت شدم سر این. آقا گیفت فرسته، گیفت فرسته ناراحت میشی لعنتی. یه اصلا میخواد فقط با مشتریام خیلی خوب و نایس باشم. من نمیدونم چته. اتفاقا من انقدر خوشم میاد یه چیزی سفارش میدم برام، یه گیفت کوچولو میفرستن. حتی شده مثلا دیدم بعضیا یه چیزی میخری مثلا یه دو تا حتی کافی میکس برام میذارن توی اون حالا بستم، یا چنار یه قهوه ترکی کوچولو میذارن. انقدر خوشم میاد از این حرکتشون. یا یه نوت مثلا تشکر خرید از اینجور چیزا مینویسن. این باعث میشه که مشتری جذب بشه. بعد طرف ناراضی بوده. نه نفرست، من ناراحت شدم فلان. طلب کن. این اومده میگه که باید رمز وایفاتو بدی بهم. من وایفای میخوام. تو داشت به زور میگه باید وایفای بدی.
یا وای فای میخوام، با ایما اشارم میگه. چه ترسناکه، دیدی آخرش اینجوری کرد؟ شت، خیلی ترسناک بود زنه. با او بده رمز وای فای بره، این خطرناک میشه بنده. اینم همسایه رفته شکایت کرده که مثلا گفته لباسش مناسب نیست. توی آمریکا هم مسخره بازی ها هست، فقط توی ایران نیست بچه ها. فکر کن زنی زده پولیس تو ناف مثلا اتانه آمریکای جاییه دیگه که این لباس مناسب نمی پوشه، لباساش خیلی بده، بیاد بگیر ببردش. این فوزولا همه جای دنیا هستن، فقط توی ایران خودمون نیست. یکی داره زنی میزنه پلیس واسه اینکه ما ناچو فرایز نداشتیم. فکر کن مثلا رفتی رستوران یه چیزی ندارن، زنی بزنی پلیس شکایت کنی که اینا فلان چیز. آخه اوه، یعنی ببین قیافه دختره رو ببینین، داره تو مغزش میگه که من ریلکس باشم. من واقعا شرمنده بازی همچین مامانی که دارم، از اینکه من دارم اینجا با این دیده میشم شرمندم. بابا خب دختره تو چرا انقدر شرمنده میکنی؟ خیلی قیافش اینجوری شرمنده طوره. این به بعد من رفتم جایی رستوران چیزی نداشت، میگرم زنگ زنم پلیس اینا ندارم فلان چیز رو، یعنی چی چه معنی میده؟ اون داری از این کاره نامه زنگ زده. طرف مثل اینکه قرار داشته وقت داشته اونجا میخواد مثل که بیاد مثلا با اینکه وقتش گذشته میگه نباید امروز با هم وقت بدیم، میگه خب نمیتونم دو هفته دیگه میتونم بهت وقت بدم. بچه حوصله دارم، ما اینا میشست اصلا صحبت بکنن. من الان باشم میگه بار بیدیم بابا یه دفته دیگه میای یه کلن اصلا نیا چی کارت کنم. این همچی خیلی نایس دو ساعت صحبت بکنن و اینا. اینه تفاوت نژاد آریایی با بقیه دنیا. بی اعصاب اصلا حوصله ندارم. اوه چته، چی شده؟ این میگه مثلا این چیز هم کردی موقع رانندگی مثلا نذاشته این چیز کن بره. خود زنی میزنه پلیس، لعنتی. خب داره راشا میره دیگه، این همه لاین خالیه، برو از اون ور. فیلم میگیره میگه من میخوام، من زنی میزنم پلیس میگم که تو راه منو گرفتی. خود زنی میزنه دیگه. حالا یکی نمیره وایساد، بغزت که بره وایساد، پیاده داره میشه، داره پیاده میشه لعنتی. بابا برو زن حسابی، چته گوشیشو در بود که چی الان؟ این هم حتما میخواد زنی بزنه پلیس. کلا پلیس دوست دارم بچه ها. چته تو؟ چه گوشیشو این نشون میده؟ نمیفهمم. وسط خیابون وایستاده نمیره سر لجبازی. بابا برو، من نمیفهمم، من نفهمیدم داستان گوشی چی بود. هی نشونه اینجوری میکرد گوشی بعد خواستم سوار شد رفت. فهم واسه یارو مثلا بترسونه، نمیدونم یه کرمی توی کجاش بود، توی وجودش بود، میخواست بریزه به طرف. یکم ماشینش خراب شده و داری داد و هوا میکنه که وای ماشینا ببین چی شده، کمک ماشینم چه اتفاقی افتاده. حالا بعد ما خواهده ماشین اینو مثلا چی میگن بوکسورد؟ نمیدونم دیگه، اینجا بکشه ببره مثلا من درست کنم و اینا، اونجا واسه جیغ میزن چه زن برست. اه اصلا داری خورد بکنی ساکت.
ساکت. دیگه بیشتر از این کشش ندارم. صداشو بشنم. چرا اینجوری جیغ میزنه؟ چه مرگته؟ برو کارتو انجام بده. برو ماشین ننتو بعد درست کن. به یارو پولشو بده بره. هی واسه ده جیغ میزنه با این سن و سالم خجالت نمیکشه. کلن توهم توته دارن دیگه یه سری ها. خب الان فهمی که الان حق و حقوقش رو همه دارن میخورن، باید همه رو پاره پوره کنن، همه رو جر بدن که به حق و حقوقشون برسن. ولی شما تو زندگی واقعی تو مثلا من اینجوری نباشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.